نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد میکنم که یک سال از این سوگند گذشت. دولت وحدت ملی افغانستان در همین روز سیاست خارجیش را با جهان و منطقه به 5 بخش تقسیم کرد. از همین روز چگونگی برخورد با کشورهای برتر جهان، کشورهای همسایه، جهان اسلام، کشورهای آسیایی و سازمانهای جهانی تعیین شد. چگونگی رابطه و مرادات ما با کشورهای منطقه و جهان تغییر خورد. سندهای مهمی را با شرکای مهم خود مانند ایالات متحده و همچنین ناتو امضا کردیم. سیاست خارجی هر کشور وابسته به اوضاع و شرایط کشورهای جهان و منطقه است. افغانستان نیز در یک سال گذشته در سیاست خارجیش با کشورهای جهان و منطقه با فراز و فرودهای همراه بوده است. رهبران دولت وحدت ملی افغانستان توانستند در این مدت تنش‌ها با غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا را کاهش و روابط را بهتر بسازند، اما سیاست این رهبران با کشورهای منطقه به باور بسیاری‌ها نادرست و ناکام بوده است. انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان به این باور است که دولت وحدت ملی افغانستان در گام نخست با نزدیکی با پاکستان هندوستان را از دست داد و سوی هم همسویش با عربستان در جنگ یمن سبب آزردگی ایران شد. هرچند حکومت تازه این کشور توانست روابط با جهان غرب را نسبت به گذشته بهتر بسازد. چند هفته اخیر ما شاهد نشانه های هستیم که چین هم از سیاست خارجی حکومت وحدت ملی ناراضی می باشد. پس متاسفانه سیاست خارجی منطقی ما ناکام بوده است، اما سیاست خارجی ما نسبت به غربی ها موفق بوده است. 13 سال سیاست خارجی توازن، اما اکنون در یک سال پسین دولت وحدت ملی افغانستان سیاست تعادل را پیشه کرده است. وزارت خارجه افغانستان می گوید که نزدیکی با کشور به معنای دوری با کشورهای دیگر نیست. جایگزین ساختن سیاست تعادل در سیاست خارجی به جای سیاست توازن. ما لزومی نداره که باید تمام کشورهای دنیا یک وزن برابر بدیم در سیاست خارجی خود. ما با کشورهایی که در طول 13 سال گذشته در کنار ملت ما قرار داشتند، طبیعی است که در سیاست خارجی خود وزن بیشتری خواهیم داد. اما افزایش ناامنی‌ها و حمله های پیهم در بخش های گوناگون افغانستان بر سیاست خارجی این کشور بی اثر نبودند. جنگ در افغانستان تقریبا تمامی امکانات دولت مصروف به خود کرد و این جنگ هم عوامل داخلی داشت هم عوامل بیرونی. با این همه امضای تفاهمنامه با ایالات متحده آمریکا، پیگیری نشست توکیو، برگزاری نشست های جهانی سام و ریکا از بزرگترین دستاوردهای سیاست خارجی دولت وحدت ملی افغانستان شمرده می شوند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل.